بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و ثناء خداوند بزرگ و با سلام و درود به ارواح مطهر معصومین. یکی از سوالاتی که خیلی راجع به مولوی میپرسند این است که آیا مولوی شیعه بوده، سنی بوده؟ نسبت او با تشیع چگونه است؟ این یک سوال. یک سوال دیگه هم میپرسن، میگن کسی که اهل ولایت نباشه و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبر گرامی رو قبول نداشته باشه، آیا در عرفان به جایی میرسه؟ خب دو تا سوال خیلی اساسی و مهمه. خدمت عرض کنم مولوی از نظر ظاهری و اسناد تاریخی یا بعضی مواقع ظواهر اشعار مولوی، چه در خصوصا در مثنوی، به ظاهر سنیه و به خلفای راشدین معتقده و اینها رو نامشون رو با احترام میبره، ولی نه اون احترامی که برای امام علی علیه السلام قائل. در بین علمای مولوی شناس ما که فردی مثلا مرحوم جلال الدین همایی که مجتهد بود، متشیع بود، تشیع قویی داشت و حکیم بود، فیلسوف بود، عارف بود، شاعر بود، ادیب بود، مورخ اسلامی بود و مولوی شناس قهاری هم بود، دو نفر بودن تو دهه 30-40 که در مولوی شناسی تو دانشگاه تهران حرف اول رو می زدن. یکی بدیع‌الزمان فروزانفر بود، یکی جلال الدین همایی، خدا هر دوشون هم بیامرزه. مرحوم جلال الدین همایی آدم مؤمنتری و مذهبیتر هم بود، جناب همایی مجتهد هم بود. همایی در کتاب مولوی نامه جلد اول صفحه 51 به بعد راجع به تشیع مولوی بابی رو باز میکنه و همایی میگه که میخوام برای اولین بار من این مطلب رو مطرح بکنم که آیا مولوی ما سنی بوده یا شیعه بوده. بعد خب ایشون رو مثنوی هم ده ها سال کار کرده بود، یکی از مولوی شناسان معروف و قهار بود. اونجا در صفحه 51 مولوی نامه جناب همایی می‌فرماید که من در عمق افکار مولوی و عقاید مولوی و گفته‌هایی که در مثنوی جنبه‌ای از محبت و هواخواهی امام علی و آل علی و خاندان پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین رو دریافته‌ام که میگه میتونم اون رو با اساس و پایه اصلی تشیع به معنای عام کلمه تطبیق کنم. میگه من وقتی مثنوی رو که میخونم میبینم مولوی یک محبت واقعی، یک دوستی واقعی، یک معرفت حقیقی اسلامی به منزلت امام علی و اهل بیت و آل علی علیه السلام و اهل بیت عصمت سلام الله علیهم اجمعین داره. میگه اما نمیخوام بگم مولوی مثلا یه سنی، یه شیعه قالی، شیعه‌ای که بخواد غلو کنه در مقام اهل بیت، نه. میگه مولوی شیعه قالی، غلو کننده نیست، ولی این که بگی اهل بیت رو قبول داره، اهل بیت رو دوست داره و به ولایت اهل بیت معتقده، میگه من این رو قبول دارم و بهش رسیدم. بعد اونجا اشاره میکنه به داستان معروف از علی آموز، اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتاف، که داستان معروف، من تکرار نمیکنم، تا میرسه به مقام بیان اخلاص امام علی. میگه امام علی در جواب اون فرد امر که امام علی او رو نکشتش، او بهش گفت چرا من نکشتی وقتی آب دهان پرتاب کردم تو صورت تو؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مملوک تنم،
شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه. ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. ببین هیچ کس مولوی در این حد بالا نبرده، نه خلیفه اول، نه خلیفه دوم، نه خلیفه سوم، نه معاویه. میگه ما رمیت از رمیتم در حراب. ببین این آیه در سوره انفال آیه 17 قرآن راجع به پیغمبر میگه، میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو در جنگ بدر اون ریگها رو نپاشیدی به طرف مشرکین، خدا پاشید. مولوی این شعر رو میاره برای پیغمبر، این آیه رو میاره برای پیغمبر، برای امام علی به کار میگیره. میگه ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. میگه علی مثل شمشیریه که خدا داره شمشیر علی رو میزنه به مشرکان و منافقان و منافقان. خدا، دست خدا از آستین علی اومده بیرون. میگه اصلا علی شمشیر خداه، من چو تیغم. میگه من علی مثل شمشیر وان زننده آفتاب. کی داره شمشیر علی رو میزنه؟ میگه آفتاب، خدا، خدایی که الله نور و سماوات و الارضه، خدایی که نور آسمان و زمینه، خورشید جهان هستیه. میگه آفتاب داره من علی رو به عنوان شمشیر، خدا داره من علی رو مثل شمشیر میکوبه تو سر منافقین و مشرکین و کفار و اینها. چون خدو انداختی بر روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بهر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. ببین اخلاص امام علی رو جناب مولوی اینجا داره در نهایت عشق، در نهایت اعتلا به کار میره. مثلا مولوی راجع به عمر هم داره، مثلا میگه ای تو همچون مصطفی، من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر. میگه خلیفه دوم عمر ابن خطاب خادم پیغمبر بود. همین دیگه، این حرف هایی که راجع به امام علی الان میزنه، باز دقت کنید. قرب 50 کس ز خویش و قوم او، عاشقانه سوی دین کردند رو. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. مولوی همچین جمله ای، افتخار هر پیغمبری علی، افتخار هر ولی خدای علی. برای هیچ کس مولوی همچین حرفی نزده. او خدو زد بر رخی که روی ماه، سجده آورد پیش او در سجدگاه. میگه همه ماه و اینها در برابر امام علی سجده میکنن، تا میاد اونجایی که میگه که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باش ای باب رحمت، میگه علی باب رحمت خدای تا ابد. باز باش تا باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفون احد. کجا مولوی حرفا رو راجع به معاویه و عمر و عثمان و نمیخوام به اونا قصد جسارت نداریم، بحث علمیه. شما ابیات مولوی رو راجع به امام علی نگاه کن. تو ترازوی احد خوب بوده ای، اینا حدیثا پیغمبره که در کتاب جامع الصغیر سیوطی هم اومده، علیون به منزلت کفتاه المیزان، علی مثل دو کفه ترازوی روز قیامت. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل دهانه هر ترازو بوده ای.
من غلام آن چراغ چشمجو که چراغت روشنی پز رفت از او. من غلام موج آن دریای نور که چنین گوهر برآورد در ظهور. دیگه اوج گرفته مولوی توی این ابیات که شما وقتی ابیات نگاه میکنی حالا میگی مولوی شیعه است یا سنیه، کدوم شیعه تونسته شهید مطهری خدا رحمتش کنه؟ میفرمود هیچ کس مانند مولوی نتونسته از معرفی مقام امام علی در ادبیات فارسی، در اشعار فارسی بر بیاد. دیگه یکی دیگه اگه بخوایم یه شعری شبیه به اینا بگیم، علی همای رحمته که صد البته از این شاید پایین تر باشه. شعر مولوی خیلی اوج گرفته در بیان مقام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی که مولا الموحدینه، مولوی او رو خوب شناخته. بعد مولوی راجع به امام زمان هم مثلا ابیاتی داره، میگه پس به هر دوری ولی ای قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. خب دقت کنید، میگه در هر دوره‌ای باید یه ولی الله باشه. این که میگید ولایت باید باشه، انسان به ولایت قائل باشه تا به عرفان برسه، به خدا برسه. بدون ولایت راه عرفان معنا نداره. مولوی ولایت رو قبول داره، میگه پس به هر دوری ولی ای قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. پس امام حی قائم آن ولی است. امام حی، امامی که زنده باید باشه. پس امام حی قائم، قائم قیام کننده برای عدالت. پس امام حی قائم آن ولی، آن ولی است. ببینید امامتی که شیعه میگه سه تا مرتبه معنایی داره. یه معنای امامت هست جانشینی پیغمبر در امور دین و دنیای مردم، این همونیه که از اهل بیت گرفتن، این سطحی ترین معنا و مرتبه امامت. دومین مرتبه امامت مرجعیت علمی ائمه است. ائمه از هر کسی قرآن رو بهتر میفهمیدن. و سومین مرتبه معنایی امامت که خیلی عمیقه و عمق معنای امامت، بحث ولایت الهی، خلیفت اللهی، جانشین خدا روی زمینن، ملبسن به اسماء حسنای الهی. مولوی اینجا میگه امام زمان که هر زمانی باید یک امام زمانی باشه، پس به هر دوری ولی قائم است، میگه او باید حی قائم و ولی خدا باشه. پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. میگه میخواد از نسل عمر باشه یا از نسل علی. خب حدیثایی که ما داریم راجع به امام زمان، میگه المهدی من ولد عمر، یا میگه المهدی من ولد فاطمه. تو صحیح بخاری میگه المهدی من ولد فاطمه، مهدی از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد مولوی میگه که مهدی و هادی وی است، ای راهجو، هم نهان و هم نشسته پیش رو. این هم قبول داره که امام زمان غایبه، میگه میخواد غایب باشه، میخواد آشکار باشه. خب این اعتقاد مال شیعه است یا مال سنی؟ یعنی شما یه ذره خودت فکر کن ببین، امامی که حی قائمه، بعد در غیبت هم هست، نهانه. شما همه اینا رو که بذاری کنار هم دیگه، آدم به مولوی پی میبره که مولوی چه نگاهی داشته به مسئله امامت و ولایت. از اون طرف شما میبینید که مولوی مثلا حدیث قدیر خم رو هم قبول داره، میگه زین سبب آن پیغمبر با اجتهاد، نام خود و آن علی مولا نهاد. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت وا کند. گفت هر که را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان راز انبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان همچون گلستان خوش خضاب. این جناب مولانا راجع به حدیث قدیر خم هم پس مسئله رو قبول داره. سلام علیکم. بعد دقت کنید مولوی راجع به دشمنان اهل بیت هم
خیلی قشنگ خودشو نشون میده. میگه هر که باشد از زنا و زانیان، این برد زن در حق ربانیان. آنچه گفت آن باغبان بلفزول، حال او بود دور از اولاد رسول. گر نبودی از نتیجه مرتدان، کی چنین گفتی برای خاندان؟ تا چه کین دارند دائم دیو و غول، چون یزید و شمر با آل رسول. اون سنی های متعصب هیچ وقت به شمر و به یزید لعن و نفرین نمی کنن. شما حتی سنی های زمان خودمونم خیلی هاشون یزید و لعن نمی کنن، میگن حالا یه کاری کرد مکروه بود، نباید می کرد، ولی خب حالا یزید خلیفت الله بود، نمی دانم اول الامر بود. مولوی میگه تا چه کین دارند دائم دیو و غول، چون یزید و شمر با آل رسول. آیا میشه بگیم مولوی سنی بوده؟ ما میگیم تقیه میکرده. خیلی هم خوب مسائل رو و حقایق رو مولانا میفهمیده. جامعه سنیه. مولوی همین الانش هم خیلی تند اومده. یعنی اگر شما دقت بکنید روی بیانات خود مولانا، آدم میفهمه که این دلش کجا گیره، قش کنه کدوم طرفی قش میکنه. این است که به نظر ما مولوی شیعه است، اما آره به قول آقای همایی خدا رحمتش کنه میگه شیعه قالی. نه، یه ایرادی هم بعضی ها میگیرن، میگن چرا مثلا مولوی گفته که برای امام حسین عزاداری نکنید توی دفتر ششم تو اون داستان مردم حلب که شیعه بودن. اونجا مولانا میگه مگه خبر عاشورا تازه رسیده؟ اینا روز عاشورا دارن مثلا سینه زنی میکنن، زنجیر زنی میکنن، عزاداری میکنن. بعد میگه پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگی است این خواب گران. میگه برو برای خودت سینه بزن، نمیخواد برای امام حسین سینه بزنی. میدونید میخواد چی بگه؟ مسئله روشنه. مولوی که امام حسین رو دوست داره، اون غزل معروفی که در دیوان شمس هست، کجایید ای شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک بالان عاشق پرنده طرز مرغان هوایی، کجایید ای زجا و نام رهیده کسی مر عقل را گوید کجایی. اونا رو برای امام حسین مولوی گفته. مولوی امام حسین رو الگوی عرفانی خودش میدونه. میگه عرفان رو شما به تصویر کشیدید. مولوی با امام حسین که نعوذ بالله مشکل نداره، که با یزید و شمر مشکل داره، الان لعنشون میکرد. خوب دقت کنید، مولوی همون جمله ای رو که میگه، میخواد میگم نگاه زینبی داشته، همون جمله ای که حضرت زینب گفت روز عاشورا تو درباره مثلا یزید و تو درباره عبیدالله، وقتی اونا به رخ حضرت زینب کشیدن که خدا با شما چه کرد، حضرت زینب فرمود که ما رأیتو الا جمیلن، من غیر از زیبایی چیزی ندیدم. مولوی میگه صحنه عاشورا خیلی زیباه. عاشورا رو دو گونه، از دو نگاه، از دو نظرگاه، به قول خود این کلمه نظرگاه مال خود مولویه، میگه از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد وان الف. مولوی نظرگاهش اینه، میگه از بالا نگاه کن به عاشورا، از پایین نگاه بکنی دنیایی ها رو ببینی، آره اهل بیت پیغمبر خیلی فجیع شهید شدن و اشک انسان در میاد، ولی وقتی از جانب خدا نگاه میکنی، از بالا نگاه کن، نگاه زینبی داشته باش، اون وقت جز زیبایی چیزی نمیبینی. میگه برو کلات بنداز هوا، شکر کن که امام حسین جانش رو هستیش رو برای خدا داد، چه مقامی پیدا کرد. حرفش اینه مولوی، ما رأیتو الا جمیلن، میگه اون نگاه رو داشته باش به عاشورا، میگه از اون نگاه کنی باید خدا رو هم شکر کنی، میگه درود بر حسین و حسینیان که هستی خودشون رو تقدیم خدا کردن. به قول ابوالقاسم لاهوتی میگه که فروشنده حسین، هستیش کالا، مشتری یزدان، بیا کالا ببین، بایع نگه کن مشتری بنگر. میگه این صحنه خیلی دیدنی و زیباه که آدم هستی خودش رو در طبق اخلاص بذاره تقدیم خدا بکنه.
اینه که ما مولوی رو اونجور سنی متعصبه، اونم مثل این وهابی ها و هم دایشی ها، نعوذ بالله، مولوی کجا اونا کجا، اونا گمراه بودن. مولوی خودش رو به نظر ما تقیه میکرده، در این حال که خیلی معتدل بوده، تشیع در وجودش داشت. و من موافقم با آقای جلال الدین همایی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.